خب امروز بررسی موتورهایی رو داریم که میتونن پا به پای ماشینای آفرودی برن تو کویر، موتورهایی که میتونن لذت سواری تو مسافرت‌ها رو براتون بیشتر کنن و یه مسافرت متفاوت رو بتونید با موتور داشته باشین. چیزی که لذتش با ماشین درسته بیشتره، درسته ایمنتره، اما با موتور مسافرت رفتن یه چیز دیگه است. برند دوم یاماها که تو تایوان تولید میشه به اسم SYM. اگه بخوایم توانایی آفرودش رو مد نظر بگیریم، چیزی که امروز خیلی جلب توجه کرده، قابلیت خوبی داره، موتور آب خنک هوا خنکه، ABS داره، انجینش 249 سیسیه، ولی خب مثل اینکه حجم بالاتری هم داره به دلیل محدودیت های این انجین رو گذاشتن. نظر چی بوده باهاش آفرود رفتی؟ حالا موتور خیلی خوبی بود، ما سواری خوبی داشت، ترمزهای خوبی داره، نسبت به 185 سیسیش قدرت خیلی بهتری داره، آفرود هم باش رفتی؟ تا حدودی نمیشه گفت چون لوازم تجهیزات روش نیست، فعلا نرفتیم باش، ولی خب تا حدودی جوابگو بوده. فنربندیش اینا چی جوریه؟ نرمه؟ خشکه؟ موتور نرمیه نسبت به اون قیمتی که هزینه میکنی تو اون برندایی که مشابه خودشه، موتور خیلی نرمتر از موتور دیگه. پس باش مسافرت هم رفتی و اوکی بوده؟ مسافرت های نزدیک. قیمت حدودیش الان تو بازار؟ قیمت حدودیش هم 140 تومن. 140 تومن؟ خدمت میگه از نظر استهلاک و لوازم؟ لحاظ استهلاک و لوازم هم تمام قطعات و لوازمشو باید از نمایندگیش حتما خرید کنی، بیرون قطعی نداره. خیلی هم عالی. پس ما نیاز داریم که فقط خود نمایندگیش بشه، واسه یکی از نقاط ضعفشه. از نظر استهلاک گفتی که دراز مدت تستش کردی؟ والا این موتور 2 هفته است تو بازار اومده، جزو اولین نمونه هاش بوده که ما خریدیم، ولی خب قطعاتش همش هست، یک سال گارانتی داره 10,000 کیلومتر. هر قطعش هم بخوای نمایندگی برات فراهم میکنه، گارانتی داره. و یه نکته آخر، این یا یه دونه مثلا پیکاپ آفرودی لذتش؟ یه پیکاپ آفرودی که یه دونه اینا بزنیم پشتش کدومش که ترجیحاتش؟ جفتش با هم باشه که خوبه، ولی خب موتور یه چیز دیگه است. موتور یه چیز دیگه. خب پس حالا که موتور یه چیز دیگه است، ما اگه بخوایم سوار این بشیم و یه آفرود سنگین بخوایم باهاش بریم، اصلا ما میتونیم با این تو شن بریم؟ این موتور تایوان هست واقعا بخوایم ما تو شن بریم؟ باید سبوکش کنی تو شن بری، ولی سبوک یعنی چی؟ مثلا کجاش باید برداری؟ از رانندهش باید کم کنی مثلا؟ الان این موتور تجهیز نشده، باکسا و گالونای آبش رو که خالی کنی باهاش میشه تو شن رفت. و یه چیزی، خودش وزن کلیش چجوریه؟ سنگینه؟ وزن کلیش هلوش 60 تا 70 کیلو. داره سنگینه؟ سنگینه؟ 60 تا 70. با باکس و باراش من حساب کردم، خالیش فکر نکنم بیشتر از 120 کیلو باشه. 120 کیلو. این 1580 تا کجا رفتی باش؟ شهریار، لواسون. نه جایی که بیرون از شهریار، اون برای کرده سمت قزوین، لواسون، بعد بوین زهرا. این چیه این صدقه؟ اون صدقه رو گوشتم اونجا. خب ببین، ما بررسی موتورها رو داریم همینجوری که خودت هم میدونی، خودت هم تجربه بالایی روی موتورها داری. ما میخواییم اینا رو یه دستمندی بکنیم و همه موتورهایی که تقریبا تو بازار نمونه صفرش پیدا میشه رو تستش رو داشته باشیم و تست و بررسیش. ما همه موتورها رو تست میکنیم طولانی مدت و در نهایت یه برایند میدیم که اون موتور ارزش خرید داره یا نه. این موتور زمانی که خریداری شد، ما تقریبا 2 تا جعبه ابزار گذاشتیم و تمام پیچایی که روی موتور بود رو صفر کردیم. هیچ کدوم پیچای صفر نبود. این پیچ چی بود اینجا صفر کردیم؟ پیچ تنه. پیچ تنه بود که باعث میشد موتور تش بازی کنه، که این اتفاق قشنگی نیست و توی سرویسش هم این کارو انجام ندادن. سرویسش دیگه گارانتیش رد شد و رفتیم سفر برگشتیم، انجام نه. انجام ندادن، ولی از قلمم افتاده بود. بعد از اینش رو میداده دیگه، ما قبلا انجام داده بودیم. بایدی ترمزاش چجوریه؟ ترمزاش خوبه، جلوش ترمز خیلی خوبی داره، ولی عقبش چون ABS رد میکنه موقعی که میزنی ضعیفه نسبت بعد... به انجین ضعیف. یه چیز دیگه، یه شارژر 5 ولت داره اینجا. یه شارژر 5 ولت داره و پس یعنی تو حالت استوک کارخونه ما امکان عجیب غریبی برای مسافرت کردن با این موتور نمیبینیم، درسته؟ بله. تو شهر چطور میتونیم از لالو ماشینا ردش کنیم؟ تو زمانی که گارد نکشی خیلی راحت میتونیم سواری بگیری تو شهر. و
پس مثل گاردشو بکشی دیگه، مثل یه دونه موتور آفرودی دیگه، یعنی یه ماشین آفرودی درشت گاردم بکشی دیگه. هیچ خدمت عزیزت بگم که از نظر دوام موتور، گفتی هنوز این موتور مثلا رو انجین رو موتور دیگه وصل بوده، این انجین، این موتور مخصوص همین انجین بوده و اینکه شاسی این موتور 180 ها، این موتور 250 انجین اصلیش این انجین بوده که تو تهران، تو ایران، البته تو ایران، کشورهای ایرانی 180ش رو وارد کردن، تا الان هم جوابش رو داده، هر کسی داشته راضی بوده. سرعت نهاییش هم با بار و هر چیزی که بخوای حساب کنی 140 تا رو میره، ولی خب اینو ما یه تاپ اسپید ازش گرفتیم 155 تا میره، ولی خب خیلی راحت بخوای سفر کنی و فشار به انجنش نیاد 137 تا 140 تا عادیشه. چیزایی مثل کروز و اینا که توش نداره، باید نصب بشه اینا، نصب میشه روش. آره مثلا آخه اصلا میدونی یه چی بهت بگم، درسته حالا اصلا قابل قیاس نیستم، ولی ما یه سری موتورها رو میبینیم مثل گلدوینگ، همه چی روش داره، زب داره، ایرکاندیشن داره، صندلی برقی، ماساژور، دنده و خلاصه کلام این که حالا با این قیمت، ببین من هیچ موقع انتخابم آفرود رفتن با موتور نیست، یعنی من دوست دارم با یه ماشینی برم که قابل اطمینان باشه. خب حتی با پیکاپ های چینی هم دوست ندارم برم، ولی همیشه تجربه مسافرت کردن با موتور حس قشنگی میتونه باشه. و البته اینکه برای موتور مثل ماشین حتما باید دست جمعی مسافرت بشه. شما فکر کنم دست جمعی رفته بودی آخرین بار؟ من در هر دفعه میریم 9 تا 10 تا موتور سبکای مختلف هست. تو 9 تا 10 تا خرابی نداشتیم، یکی دو بار موتور خود من خراب شد. موتور خوده؟ چرا؟ اون یکی موتوره که اون است موتور رفته جوش آورده. جوش آورده. از نظر دما چه جوری اینا؟ این دمای پایینی داره. به خاطر رادیاتورش اینا؟ رادیاتورش زود روشن میشه و مثل موتورهای دیگه نیست که بزنه دمای هوا رو بالا. میزنه به پا به پایین میزنه. مثل بنلی نیست فن بزنه رو. بنلی متاسفانه فن میزنه. چه فن رادیاتور؟ رل فن عوض کردی 500,000 تومان. اون اوایل بود. من نکته آخر، چه مسافتی رو با یه باکه میتونی بریم؟ چون موتور مسافرتیه. 300 تا یه باکه 10 تایش میره. یعنی ما خالی خالی 12 تاست، خالی یعنی دیگه خاموش. دو لیترش که زاپاسه. من 10 تا به حسابم 310 تا باش رفتم، 300 تا هم رفتم. بنزین سوپر بزنی که دیگه 320 تا هم میره، امتحان شده. پس یه سری چیز مزایایی که این موتورا دارن، هزینه خیلی کمتر برای مسافرت رفتن نسبت به یه ماشین آفرودیه. چون شما با یه ماشین آفرودی تقریبا همین مقدار مسافتی که این 300 کیلومتر باش میره رو اون تو یک لحظه میکشه بالا. و خدمت عزیزتون بگم که هزینش کمتره، لذتش به نظر من بیشتره، اما من آدمی نیستم که بخوام بدون ایرکاندیشن و کولر و بخاری و ضد بخار و صندلی خوب و اینا بتونم مسافرت برم. اما موتور سواری همیشه جز لذتایی است که دوست دارم تجربهش کنم. خب با این موتور بعدا قراره یه مسافرت کوتاه بریم و ببینیم تو مسافرت چجوریه و نمونه های آفرودی که میشه بغل این گذاشت رو تست کنیم. با تشکر از آقای ابریشم که همراه ما بودن و قراره که دفعه بعدی سیوی رو بیارم ما تست کنیم.